سلام و درود به حاشیه نیوزی های عزیز و دوستداران مطالب نظامی ایران و جهان. طبق آمارهای جهانی ایران با حدود 520 هزار نیروی مسلح فعال از جمله ارتش و سپاه پاسداران در رتبه اول خاورمیانه از نظر تعداد پرسنل نظامی قرار داره. برای مقایسه مصر که به عنوان دومین قدرت نظامی منطقه شناخته میشه حدود 370 هزار نیروی فعال داره. ایران طی سالهای اخیر سرمایه‌گذاری قابل توجهی در نوسازی و بهینه‌سازی تجهیزات نظامی خودش از جمله تانک، جنگنده، موشک و سامانه‌های پدافند هوایی داشته. این کشور به تولید انبوه بعضی از تسلیحاتی مثل موشک‌های بالستیک و پهپادها دست پیدا کرده که از نظر فناوری در سطح بالایی قرار دارند. با این حال بعضی از کارشناسان معتقدند که کیفیت و کارایی بعضی از تجهیزات نظامی ایران به پای نمونه‌های غربی و روسی نمی‌رسه. ایران در طول جنگ ایران و عراق تجارب ارزشمندی در زمینه نبرد زمینی، هوایی و دریایی به دست آورده. این تجارب به ارتش و سپاه پاسداران در ارتقای تاکتیک‌ها و آمادگی‌های رزمی خودش خیلی کمک کرده. با این وجود بعضی از تحلیلگران معتقدند که توانایی‌های رزمی ایران در نبردهای مدرن و نامتقارن به طور کامل به اثبات نرسیده. ایران به دلیل موقعیت استراتژیک خودش در خلیج فارس و همجواری با کشورهای قدرتمند منطقه از جایگاه ژئوپلیتیکی مهمی برخورداره. این موضوع به ایران نفوذ سیاسی و نظامی قابل توجهی در منطقه میده. ایران علی‌رغم تحریم‌های اقتصادی بودجه قابل توجهی رو به امور نظامی اختصاص میده. این موضوع نشان دهنده اولویت بالای نظامی در سیاست‌های کلان این کشوره. در حالی که سپاه پاسداران به دلیل فعالیت‌هاش در خارج از مرزهای ایران، اعم از حمایت از نیروهای نیابتی و استفاده از موشک‌های نقطه‌زن در کانون توجه رسانه‌ها و اندیشکده‌های بین‌المللی قرار داره، قدرت ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین ارتش خاورمیانه اغلب نادیده گرفته میشه. اما ارتش ایران به طور پیوسته در حال نوسازی و تجهیز به سلاح‌های پیشرفته هستش و به یک بازدارنده قدرتمند در برابر هر گونه تجاوز خارجی تبدیل شده. نشریه آمریکایی 1945 در گزارشی به عنوان قدرت ارتش ایران چقدر هستش به بررسی توانایی‌های این نیروی نظامی پرداخته. این گزارش نشون میده که ارتش جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم تمرکز رسانه‌ها بر سپاه پاسداران یک نیروی نظامی قدرتمند و مجهزه که نقش مهمی در حفظ امنیت ایران و منطقه ایفا میکنه. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با فعالیت‌های گسترده خودش در داخل و خارج از مرزهای ایران به عنوان نیروی نظامی اصلی این کشور شناخته میشه. اما در کنار سپاه، ارتش جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان مدافع مرزها و حافظ نظم داخلی نقشی کلیدی در امنیت کشور ایفا میکنه. ارتش ایران با حدود 600 هزار نیروی فعال در قالب ارتش‌های زمینی، دریایی و هوایی به عنوان بزرگترین ارتش خاورمیانه توان دفاعی قابل توجهی را دارد. با این وجود در مقایسه با سپاه پاسداران، ارتش از نظر بودجه، تجهیزات و توجه دریافتی در جایگاه پایین‌تری قرار دارد. دلیل این امر عدم تمرکز ارتش بر فعالیت‌های برون مرزی مثل حمایت از گروه‌های نیابتی یا برنامه هسته‌ای هستش که سپاه در آنها نقش فعالی ایفا می‌کند. اما علی‌رغم این کم توجهی ها، ارتش ایران همچنان از قدرت بازدارندگی قابل توجهی در برابر دشمنان خارجی برخورداره. انبار موشک قدرتمند این نهاد نظامی گواهی بر این مدعا هستش. در سالهای بعد از جنگ جهانی اول با به قدرت رسیدن رضا شاه در ایران، تحولات بزرگی در عرصه نظامی کشور شروع شد. در اواسط دهه 1920 ارتش متعارف ایران با هدف ایجاد قدرتمندترین نیروی نظامی منطقه پایه‌گذاری شد. طبق گزارش مؤسسه خاورمیانه، اندیشکده آمریکایی محمد رضا پهلوی آخرین پادشاه ایران در ادامه سیاست‌های پدرش به دنبال ارتقای هرچه بیشتر توان نظامی این کشور بود. برای نیل به این هدف، گام‌های بلندی برداشته شد. اولی آموزش. مستشاران و مربیان نظامی از کشورهای غربی به ایران دعوت شدند تا ارتش را آموزش بدن. اعزام به خارج. افسران ایرانی برای گذراندن دوره‌های تخصصی به دانشکده‌های نظامی معتبر در اروپا و آمریکا اعزام می‌شدند. خرید تسلیحات. معاملات گسترده با قدرت‌های غربی به ویژه ایالات متحده انبار تسلیحات ایران را از مدرن‌ترین تجهیزات اون زمان از جمله جنگنده‌های پیشرفته F-14 تامکت پر کرد. این اقدامات تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979 و سرنگونی شاه ارتش ایران را به یکی از قدرتمندترین ارتش‌های منطقه تبدیل کرده بود.
تنها چند روز بعد از آغاز جنگ ایران و عراق در یک اقدام غرورآفرین خلبانان ایرانی جلیل زندی با استفاده از جنگنده F-14 یک فروند هلیکوپتر میل MI-25 عراقی رو که به تانک پرنده معروف بود سرنگون کرد. این اولین شکار هوایی توسط F-14 در تاریخ بود و نام جلیل زندی رو به عنوان اولین و موفق ترین خلبان F-14 در جنگ ایران و عراق در تاریخ ثبت کرد. جلیل زندی در طول جنگ با مهارت و شجاعت خودش 11 فروند هواپیمای عراقی رو سرنگون کرد و به نمادی از قدرت و اقتدار نیروی هوایی ایران تبدیل شد. عملکرد درخشان F-14 در جنگ ایران و عراق فراتر از انتظار بود. این جنگنده ها نقش کلیدی در برتری هوایی ایران ایفا کرده و در مجموع 160 خلبان عراقی رو به کام مرگ فرستادند. با وجود کمبود بودجه و دسترسی محدود به پیشرفته ترین تسلیحات در مقایسه با سپاه پاسداران، ارتش متعارف ایران همچنان از بعضی از تجهیزات نظامی قدرتمند کشور برخورداره، اما رقابت برای برتری در میدان نبرد هر دو نهاد رو به سمت تجهیز به سلاح‌های نقطه زن مرگبارتر سوق داده. تقسیم بندی سنتی وظایف در حوزه موشکی، نیروی هوافضای سپاه رو متولی موشک‌های بالستیک، پهپادها و موشک‌های کروز ضد کشتی می‌کرد، در حالی که موشک‌های کروز ضد کشتی در اختیار نیروی هوایی ارتش بودند. اما این خطوط در حال محو شدن هستند. در سال 2021 فرماندهان ایرانی از دستیابی یگان‌های زمینی و دریایی سپاه به موشک‌های بالستیک خبر دادند که تا قبل از اون در انحصار نیروی هوافضای سپاه بود. از طرف دیگه نیروی هوایی ارتش هم از یک موشک کروز دوربرد ضد زمین رونمایی کرد که قبل از اون مختص به نیروی هوافضای سپاه بود. علاوه بر این هر دو نهاد به طور فزاینده‌ای از پهپادهای مسلح انتحاری در زرادخانه‌های خودشون استفاده می‌کنند. امروز ارتش و سپاه پاسداران هر دو به موشک‌های هدایت شونده مجهز هستند. این تسلیحات مرگبار توانایی‌های دفاعی و تهاجمی هر دو شاخه از نیروهای مسلح ایران را به طور قابل توجهی ارتقا داده. تجربیات جنگ ایران و عراق نشون میده که ارتش علاوه بر سپاه از توانمندی‌های قابل توجهی در زمینه جنگ نامتقارن برخورداره. در صورت وقوع درگیری تجهیز ارتش به تسلیحات پیشرفته تر که تا حالا در انحصار سپاه پاسداران بوده میتونه پتانسیل تهدید علیه همسایگان ایران را افزایش بده. علاوه بر این نیروی دریایی ارتش با تسلط به تنگه هرمز شاهراه حیاتی عبور نفت میتونه به طور قابل توجهی به جریان انرژی در منطقه و اقتصاد جهانی تأثیر بذاره. این موضوعی هستش که شناورهای نیروی دریایی ارتش بارها توانایی خودشون رو در انجام اون به اثبات رسوندن. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشه نیوز رسیدیم. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.